همزمان با هشدارها از وقوع خیز پنجم کرونا در کشور، گزارش‌های متعددی از اتمام واکسن در برخی شهرها و حتی نبود آن برای تزریق دوز دوم منتشر شده. برخی از شهروندان در شهرهای مختلف ایران در روزهای گذشته وقتی برای دوز دوم واکسن مطابق تاریخ اعلام شده به مراکز درمانی مراجعه کرده اند، با اطلاعی‌های مبنی بر نبود واکسن مواجه شدند. برای گفتگو در این رابطه محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی از واشنگتن همراه ماست. آقای دکتر عطاری، حالا یک مشکل تازه در واکسیناسیون در ایران پدید آمده و اون هم نبود واکسن برای نوبت دوم هست. روال صحیح چه هست؟ تزریق هر آنچه که موجود هست برای دوز اول به شهروندان یا بعد از ابتدا دوز دوم رو کنار گذاشت؟ خب متاسفانه وقتی مبنای تصمیم گیری تبلیغات باشه، شوآف باشه و مسائل پوپولیستی باشه، همین اتفاقات اجتناب ناپذیر هست. وقتی متاسفانه وزیر و مسئولینی در رأس تصمیم گیری ها هستند که جز تبلیغات، وعده های بی خود و وعده های بدون پشتوانه و همچنین بدون برنامه ریزی کارهایی را انجام میدن، همین اتفاق میفته که امروز نزدیک به 5 میلیون نفر تنها دوز اول رو دریافت کردن. خب این 5 میلیون میتونه برای تبلیغات اینها عددی باشه که بتونن براش مانور بدن، ولی در مقابل افرادی که دوز دوم رو دریافت کردن کمتر از 1 میلیون نفرن، یعنی نزدیک به 4 میلیون نفر الان نیاز به تزریق دوز دوم دارن. این رو در نظر بگیریم که بر اساس تحقیقاتی که چند روز گذشته در انگلستان انجام شد، متاسفانه با گذشت زمان به سرعت میزان ایمنی در مقابل بعد از تزریق دوز اول پایین میاد. حتی وزارت بهداشت برای اینکه این مسئله قابل کنترل نباشه، دستور داده به آزمایشگاه‌ها که شما نمیتونید آنتی‌بادی‌ها و ایمنی بدن در مقابل واکسن رو اجازه ندارید اندازه‌گیری بکنید. یعنی به جای اینکه بیان کمک بکنن به اینکه ایمنی ایجاد بشه، دارن راه‌های اطلاع رسانی و راه‌های کنترل رو می‌بندن. خانم دکتر مینو مهرز همینطور اعلام کردند که اگر بیشتر از 3 ماه بگذره از واکسیناسیون اول، دوز اول بی اثر میشه و ما باید از نو شروع بکنیم. واقعا این عدم برنامه ریزی ها و رسوندن ما به جایی که فقط دنبال تبلیغات باشیم، نشون دهنده این است که سلامت مردم ارزش زیادی در تصمیم گیری مسئولین نداره. آقای دکتر عطاری، نکته بعدی در مورد استفاده از واکسن متفاوت برای تزریق در نوبت دوم هست. آیا با توجه به نوع واکسن هایی که در ایران تاکنون استفاده شدن، این مسئله امکان پذیر هست؟ تحقیق انجام شده که کسانی که واکسن آسترازنکا را استفاده کردند و با عوارض مواجه شدند، دیده شده که میتونن واکسن فایزر رو برای نوبت دوم استفاده بکنن. اما توجه داشته باشیم اون چه که اینها دارن دنبالش هستن و میخوان انجام بدن، میخوان واکسن برکت رو به عنوان دوز دوم تزریق بکنن. اولا هیچ مطالعه‌ای هنوز حتی برای واکسن برکت به طور جدی انجام نشده که خود واکسن برکت به عنوان یک واکسن بی ضرر و مؤثر مورد تایید قرار بگیره. و از طرفی اگر قرار هست که دوز متفاوتی از دوز اول تزریق بشه، باید تحقیق مستقل گسترده انجام بشه و عدم تداخلات اون مورد تایید قرار بگیره تا بشه اون رو مورد استفاده قرار داد. پس اینی که ما بخوایم چشم بسته فقط به جهت این که فایزر رو میشه به عنوان دوز دوم استرازنکا استفاده کرد، ما هم بیایم برکتی که هنوز تایید نشده خودش رو به عنوان دوز دوم استفاده بکنیم، این خطای علمی هست که میتونه عوارضی رو به دنبال داشته باشه. آیا تو در مورد استرازنکا و یا سینوفارم و اسپوتنیک چطور، بین اینها تداخلی وجود داره یا خیر؟ اینها مطالعه انجام نشده. واکسن اسپوتنیک به خصوص نوبت دومش بسیار متفاوت هست با نوبت اولش، از لحاظ در واقع تولیدشون مشابهت هایی وجود داره. اما اگر قراره بر این باشه که به جای هر کدوم اینها واکسن دیگه انجام بشه و استفاده بشه، حتما باید تحقیقات مستقلی براش انجام بشه. بله، بسیار سپاسگزارم دکتر محمد کاظم عطاری از اینکه با ما همراه بودید. سلامت باشید.